ثانی به دوره اسلامی به ما خواهد داد. یکی از بزرگترین کاوش هایی که تو گیلان انجام شده. بیشتر قبوری که در این فصل کاوش پیدا شدن گور دخمه‌ای بودن. ما فقط تو این فصل در حال حاضر تعداد 3 گور چاله‌ای ساده پیدا کردیم. گور دخمه‌هایی با شکلی خاص که ابتدا یه چاله‌ای رو به طور عمودی و قائم تو زمین حفر کردن، بعد یه تونل در حالت افقی به صورت دخمه داخل خاک ایجاد کردن. 45 روز کار مداوم. ابعادش رو اندازه میگیریم، عمقش رو اندازه میگیریم و بعد مستندسازی رو با عکاسی اونا کامل میکنیم. تک بالای این جمجمه میبینیم که این اسکلت از بین رفته، ولی خب فک پایین و به زوای دندوناش باقی مونده. داریم اسکلت رو پاکسازی میکنیم. اشیایی همراه اسکلت دفن شده، شامل یه ظرف غذا، خود غذا داخل ظرف داریم و یه شمشیر هست. فلسفه این سنت تدفین زنده شدن دوباره مردگانه. سلاح‌هایی که در کنارشون همراه جسد دفن می‌کردن، زمانی که جسد شخص دوباره زنده میشه بتونه از خودش دفاع کنه. مشتری پیرترین شخص گروهه. اما یه جلو پا کنیم به بگرسیم، بعد دوباره او در بازنیم. و علیرضا هم جوانترین عضو گروهه. در حال سرندم تا شاید بعضی از اشیای ریزی که تو خاک باقی مونده پیدا بشه. با توجه به اینکه این کاوش نخستین کاوش در منطقه باستانی لیارسنبونه، احتمال میره که آثاری از دوره پیش از تاریخ هم در این منطقه